عصر بخیر همگی. امروز میخوام در مورد باکتری هایی که خیلی عجیب و غریب هستن براتون صحبت بکنم و 8 تای اونا رو توضیح میدم، ولی هفته آینده بقیه و در زیر یخ ها چه خبره و برفای زیاد در کوههای قطب شمال و جنوب چه خبره. چرا این مطلب رو انتخاب کردم؟ برای اینکه ما انسان ها خیلی به خودمون میبالیم، میگیم ما اشرف مخلوقاتیم، ما قدیمترین موجوداتیم، ما کجا، باکتری ها کجا. آره، در آدم کشی واقعا از همه جلوترین. ببینید، روزی چند هزار نفر در جنگ ها به خاطر منافع مالی، به خاطر رسیدن به قدرت، به خاطر حسادت و غیره کشته میشن و در حیوان کشی هم نفر اولیم. ببینین، هر جانداری که دلمون میخواد بخوریم با خودمون حق میدیم، باید بکشیمشون. باید بپوشیم، کفش بپوشیم، کیف، کلا، دستکش، نمیدونم کمربند، هر جور که دلمون میخواد با این حیوانات رفتار کنیم. ولی من میخوام سوال کنم، ببینم این 8 باکتری و هفته آینده باکتری ها خیلی بیشتری که توضیح میدم، آیا یه انسان میتونه در این محیط ها زنده بمونه؟ خب، از نمره 1 شروع میکنم. مگنتیکاکس مارینس باکتریا یا باکتری مغناطیسی. مارینس یعنی که در آبها زندگی میکنن. این باکتریا به نظر میرسه که 2 تا نویگیشن تو سرشون دارن. ما میدونیم قطب شمال ما قوه مغناطیس زمین همیشه 600 مایل به طرف شمال حرکت میکنه. پس اینا هر جا که بلشون بکنی به طرف، مثل این که اصلا قطنما دارن، به طرف قطب شمال حرکت میکنن. و دوم این که هر جا بلشون کنین میرن ناحیه هایی که اکسیژن کمه، یعنی زیر آب، زیر مرداب ها، زیر دریاها. خب 2 سال پیش کانادایی ها در مونترال کانادا اومدن از این ایده استفاده کردن برای درمان سرطان. ما میدونیم حدود 125 میلیارد دلار هر سال خرج سرطان میشه، یا با کیمیوتراپی، یا با اشعه تراپی، یا با جراحی سعی میکنن که مبارزه بکنن. و تقریبا میشه گفت چند ماه بیشتر عمر مردم اضافه نمیشه، مگه جراحی بتونه که واقعا اون سلولای سرطانی رو از بین ببره، جدا بکنه و خارج کنه از بدن. در آمریکا سالی 600 هزار نفر از سرطان میمیرن، در دنیا سالی 7 میلیون نفر. خب اینو اومدن، این یک میتونیم بگیم سطل آب گرفتن، 100 میلیون از این باکتریا توش ریختن، بعد دوایی که ضد سرطان تو این دوا ریختن. اینا برای سرطان هایی که توموری هستن خیلی مفیده. فکر میکنن 55% باعث بهبود این تومورها میشن. پس میان بدن اینها رو وارد یه سرنج میکنن، تا نیم ساعت این باکتریا زنده میمونن. تقریبا زیر یک دونه تومور اینو تزریق میکنن. خب اینا میرن به طرف شمال و کجا میرن؟ سلولای سرطانی، چون که قسمت شدن دائم اکسیژنشون کم میره و دوا معمولا خیلی داخل تومورها نمیتونه برسه، هم تومورهای سلولای سالم میکشه، هم سلولای مریض، ولی این دوا واقعا تا داخل و ناحیه های سرطانی وارد میشه. البته رو موشا امتحان کردن، هنوز FDA اونا رو اپروف نکرده. اسپانیام یه نوع به طور مصنوعی یه دونه از این باکتریا تولید کرده در آزمایشگاه که این کاری که میکنه وارده که بدن که میشه میره وارد تومور، فوق العاده حرارت زیاد میکنه، باعث میشه که تومور رو آب بکنه. اونها هم در موشا موفقیت آمیز بودن، هنوز در انسان ها آزمایش نکردن. باکتری دوم رو میگن فرموکیوت باکتریا. معدن طلایی هست در افریقای جنوبی. من میخوام این عکس ها نشونتون بدم که براتون مشخص باشه که این معدن کجاست. جوهانسبرگ در افریقای جنوبی. این معدن طلا 2.2 مایل عمقشه. خب معدنی که به این عمیقی هست اصلا اکسیژن نداره، حتی کارگرها با ماسک مجبورن اونجا کار بکنن. بعد از آبهایی که در آوردن از اون اطراف دیدن که داخلشون باکتریاست و این باکتریا اونجا اکسیژن نیست. خیلی رو این
بکتری ها مطالعه کردن به این نتیجه رسیدن که اینا انرژی نشونو از مواد رادیواکتیو از سنگ ها میگیرن که اون اطراف زیر زمین وجود دارن، مثل اورانیوم، مثل رادیوم، مثل پتاسیم. این مواد دائم دارن انرژی از دست میدن، یعنی دائم دارن خراب میشن و تولید هیدروژن میکنن و سولفر، و اینا ماده که تنفس میکنن هیدروژنه، که خیلی جالبه برای دانشمندان، چون تمام این باکتری ها باعث شده که حالا بگن خب ممکنه توی مریخ هم داخل زمین باکتری ها هنوز زنده باشه، نواحی مختلف وجود داشته باشن. خب میریم نمره سوم، سایانو باکتریا، به فارسی میگن سیب سبز. چرا بهش میگن سیب سبز؟ برای اینکه اینها اغلب باکتریا مثل ما جاندارن دیگه، اکسیژن لازم دارن برای نفس کشیدن، ولی اینا سبز به خاطر که مثل گیاهان رفتار میکنن، کربن دای اکساید رو دریافت میکنن، اکسیژن پس میدن. خب این سایانا رو اول باید یه توضیح بدم. یه برنامه هست در ساینس چنل که میگه What's on Earth، چند ماه پیش نشون دادن در تنزانیای افریقا. تنزانیام براتون اینجا با قرمز نشون دادم، شمال این ناحیه یه دونه نیتران، یه دونه دریاچه هست. البته این دریاچه از شمال به یوگاندا و از طرف شرقش هم به کنیا وصل میشه. این دریاچه قدیم فوق‌العاده زیبا بود، برای اینکه شاید 75% فلمینگوها یا لک‌لک‌ها، این پرنده‌ها در اونجا به دنیا اومدن. اصلا دریاچه رو می‌کردن صورتی، چقدر قشنگ تماشایی. بعد این در این برنامه ساتلایت دور زمین می‌چرخه، این ساتلایت‌ها تماشا می‌کنن، وقتی یه ناحیه رو می‌بینن که فرق داره و توقع نداشتن اونطور باشه، دانشمند میفرستن که مطالعه کنن. میبینن این دریاچه نیترون قرمز قرمز شده، اصلا مثل خون از بالا دیده میشه. خیلی باعث تعجب بوده، پس بیولوژیست ها میرن اونجا مطالعه میکنن. وقتی که به اطراف این دریاچه میرسن با کمال تعجب میبینن تمام پرنده ها، خزنده ها، اصلا موشای صحرایی، همه شدن سنگ. یعنی اگر یه جانداری بمیره خب تجزیه میشه، جانداران دیگه میخورن، ولی سنگ همونجوری باقی موندن. وقتی که میرن آبو چک میکنن میبینن اینقدر قلیاییه که پی اچش 9.8 الی 12، یعنی اصلا قابل زندگی نیست. تمام افرادم که اون ناحیه زندگی میکردن با صحبت کردن با افراد دورتر متوجه شدن که از اطراف این ناحیه و دریاچه دور شدن. میرن میبینن این سایانا باکتریا پره در این دریاچه. من یه عکس براتون از این باکتریا آوردم که ببینید. خب خیلی مطالعه میکنن. قدیم دانشمندان میگفتن دلیل این که این دریاچه قرمز شده باید خزاها آلجی های قرمز و سبز و آبی باشه، که اتفاقا توی این دریاچه پره، ولی با مطالعه زیاد این دانشمندان متوجه شدن که یک کوه آتش فشان 20 الی 30 مایل جنوب نیتران دریاچه هست، که این بهش میگن اصلا کوه خدا، که این لاواها چند سال پیش که فعال شده پرت شده توی این دریاچه، الان هم از زیر مگماها مثل یک کانال ارتباط پیدا کردن تو دریاچه، دائم مگما وارد دریاچه میشه. اصلا به این دریاچه میگن سالت اند سودا لیک، یعنی دیگه اینقدر الکالاینه، اینقدر قلیاییه. خب اینم نمره 3 بود. حالا میریم نمره 4. به این نمره 4 میگن نانو فیلمنت باکتریا. چرا؟ اول باید توضیح بهتون بدم که اینا کجا پیدا کردن. اولا شیلی رو براتون کشیدم، یا چیلی یک دونه صحرا داره، ببینین آمریکای جنوبی، یه دونه صحرا دارش بهش میگن اتاکاما. این صحرا 1000 کیلومتر کنار اقیانوس کبیره، اینم که اقیانوس کبیره. بعد حتی این صحرا در روز هواش اوکیه، حتی گرمترین وقتی که میشه 86 درجه فارنهایت تا یا 30 درجه سانتیگراده، ولی شبها منهای 2 الی منهای 32 یخ میزنه. ولی مهم اینه که خیلی خشکه، یعنی در 100 سال گذشته 8 میلیمتر بارون اومده. حتی یک کمی فقط در 100 سال گذشته
در 2015 یکم بارون اومده. به همین خاطر بزرگترین تلسکوپ های دنیا در اتاکاما دزرت صحرا وصل شده. اصلا چقدر اونجا مطالعات زیادی میکنن، 60% دنیا رو از این صحراها میبینن، 40% هم از ماناکیا، کوههای ماناکیا در هوایی تماشا میکنن. خب این مقاله بود که هنوز حفظش کردم. 5 سال پیش 2013 در یکی از مجله های معتبر علمی وجود داشت که نشون میده که میگه در این صحرا اصلا باکتریایی پیدا کردم که بهتون میگم اسمشو گذاشتن نانو فیلمنت. نمونهش هم این زیر انشالله دیده میشه. البته نانو یعنی 1 بیلیون هر چیزی، برای اینکه کوچکترین باکتریایی که در دنیا وجود داره، حتی به اینا میگن ایلین باکتریا. البته ما شاید 1% باکتریا رو تشخیص دادیم، باکتریا خیلی زیادن، اصلا وزنشون اگه همه رو روی هم بذارن فوق‌العاده از ما سنگین تره، تعدادشون بی نهایت از ما بیشتره. در هر حال اینها دانشمندان عقیده دارن خب دی ان ای ما چیه؟ از آمینو اسید ها و پروتئین ها تشکیل شده، ولی دی ان ای این باکتریا فرق داره. و ما اِوولوشن یعنی چی؟ یعنی از باکتریا ما تکامل پیدا کردیم که تکامل هم لغت غلطیه، و تغییر تحول پیدا کردیم تا به انسان ها تبدیل شدیم. ولی این باکتریا رو یه عده دانشمند میگن شاید بادها آورده به این ناحیه، ولی دانشگاه برلین ببخشید سال 2015، 2016، 2017 رفتن نمونه برداری کردن، دیدن در حرارت خیلی سرد، گرم، در هر شرایط این باکتریا زنده موندن. پس این برای دانشمندان خیلی این باکتریا جالبن. به این باکتریا میگن آرک. معمولا باکتریای قدیمی فکر میکنن که بیلیون ها از 3 تا 4 بیلیون سال زنده میکردن، بهشون میگن آرک باکتریا. و فکر میکنن اینا اگه 25 سانتی متر اونایی که زیرتر میرن بیشتر شانس زنده موندن دارن. اصلا ماناکیا اینقدر خشکه، حالت نمک بالاش، و حتی میگن که این باکتریا تخم باکتریا با پوستهاش دور خودشون یه دونه پوسته تولید کردن که میتونن بدون فعال میلیون ها سال زندگی کنن. من بلند میخوام صحبت بکنم و اینجا صدا میگیره. خب اینم بود نمره 4. بعدا نمره 5 میشه متینوجن. من میدونم به فارسی میگیم متین، نمیگیم متین میگم. خب اصلا اغلب باکتریا متین تولید میکنن، ولی خود متین خیلی سمیه، ولی با این نوع باکتریا خودشون در متین و نایتروژن اکساید زندگی میکنن و این ماده ها خیلی خیلی سمیان. انسان که اصلا غیر ممکنه بتونه در این محیط اصلا 1 ثانیه هم زنده بمونه. کاری که این باکتریا میکنن، قبل از که این توضیح بدم، باکتریا دو نوع هن. یکیشون میگیم انروبیک باکتریا، انروبیکا بی هوازی هن. یکی هم میگیم ایروبیک باکتریا، هوازی هن. اینا در واقع کامبینیشن یا مخلوط هر دو این نوع باکتریا هن. انروبیک هن که برای اینکه از اول اصلا اکسیژن در نواحی که زندگی میکنن زیر آب، زیر اقیانوس ها اکسیژن نداره، ولی کاری که میکنن نایتروژن اکساید رو شروع میکنن تجزیه کردن، نایتروژن از اکسیژن جدا میکنن و میگیرن از اکسیژن انرژی، متین رو تجزیه میکنن، متین رو خورد میکنن، تبدیل به کربن دای اکساید و آب میکنن. خب اینم خیلی باکتری خیلی آنیوژوالی هستش. بعد نمره 6 اینا رو میگن پرکلورین. اینا خیلی شبیه همین متینوئید ها، جن ها هستن، برای اینکه اینها هم در ناحیه زندگی میکنن. فکر میکنن که این پرکلورید ها 8 میلیون سال رو کره زمینن. اینا هم خودشون از این نوعهای آرکی ها هستن، خیلی قدیمی هستن، اکسیژن لازم ندارن. اینم پرکلورید هم یه ماده سمیه و اینها هم باز باعث میشن CLO4. کاری که میکنن یه آنزیم دارن، اول تبدیلش میکنن به کلوراید که میشه CLO2، بعدن جدا میکنن کلور از اکسیژن و مصرف میکنن اکسیژن رو.
این نوع باکتری ها رو در اتاکاما دزرت ها، صحرای اتاکاما، در یه چالی هستش در مریخ، بهش میگن گیل کریتر. اینها روور کریوزیتی این نوع باکتری ها رو فکر میکنه پیدا کرده در اونجا، که برای دانشمندان خیلی جالبه. و در آبهای کوههای آتش فشان، آبها که خارج میشن اینا بخارن، 60 تا 95 درجه سانتیگراد حرارت خیلی داغی دارن. در این محیط اصلا باور نکردنیه، فقط این تو باکتریا میتونن رشد بکنن و زنده باقی بمونن. خب میریم سر نمره 7. نمره 7 ما میدونیم که دو نوع ماده هست، پروپین و بوتین. اینا اصلا سمن، گازای سمی هن. وقتی که نفت رو استخراج میکنن، وقتی تصفیه میکنن، این گازهای سمی به وجود میان. باور نکردنیه که اینها، نگاه کنیم، باکتریای پیدا کردن این پروپین و بوتین، به فارسی میگن بوتان، اینا میتونن رشد بکنن، زنده بمونن. خب دانشمندان اومدن از این سو استفاده کردن، استفاده خیلی خوب کردن. ایکولای باکتریا یه باکتریه که ما میدونیم مسمومیت تولید میکنه در روده های ما، سمی میشه، ما رو میکشه. اومدن دیدن که اگر یه آنزیمی به اسم کار به این ایکولای باکتریا اضافه کنن، تولید پروپین میکنه، که البته پروپین رو میدونین چطوری مصرف میکنن، برای راکت ها این انرژی یا نفت و بنزین راکت ها میشه، و به همین جد میشه مثل یک کارخونه پروپین. پس اومدن ژنتیک انجینیرینگ کردن، یعنی خود ایکولای باکتریا 4000 جین داره، اومدن بعضی جیناشو در آوردن، جینهایی بهش اضافه کردن که میتونه تولید کار بکنه اون آنزیم، و خودش اتوماتیک مثل یه فکتری بشه، کارخانه بشه که بتونه پروپین تولید بکنه. چه ایده عالیه. و اما آخرین یا جالبترین باکتری میگن الکتریک باکتریا. این باکتریا هم الکتریسیتی، نفس میکشن، هم تغذیه میکنن. اونم چی؟ خالصترین نوع اکسیژن، الکتریسیتی. خب حتی در آزمایشگاه دیدن که اگر توی الکترود هادی الکتریسیتی روی الکترود این باکتریا رو بذارن، اینا شروع میکنن، اگر ولتیجش پایین باشه الکترون تولید میکنن پس میگن، اگر ولتیج بالا باشه تغذیه میکنن. و من اینجا خودم، بعضی اینا خودشون خیلی کوچیکن ولی میتونن 10000 تاشون به هم بچسبن، به هم بچسبن و تولید چند سانتی متر باکتری بکنن. پس اومدن گفتن ما میتونیم دو تا از اینا رو کنار هم بذاریم. اگه دو تا الکترود کنار هم بذاریم، این من نازک گذاشتم میبینم دیده نمیشه چون این باکتری ها خیلی باریکن، دو تا الکترود کنار هم بذاریم، روشون این نوع الکتریک باکتری ها بذاریم، بازم این الکتریک باکتری ها مثلا در نواحی از سنگ ها و غیره میتونن الکتریسیتی دریافت کنن، یا اگه یه جریان برقی باشه خودشون رو فوراً میرسونن به جریان برق. پس گفتن اگه این میتونیم ما توسط این دوتا یک دونه دستگاه تولید کنیم، مثلا فاضلاب آب رو تصفیه بکنیم با این انرژی الکتریسیتی. اگه ما خوب فکر بکنیم، ما انسان ها مگر چی داریم مصرف میکنیم؟ شکر مصرف میکنیم و چربی. شکر مصرف چی میشه؟ تبدیل به انرژی، تبدیل به الکترون میشه. این باکتری ها از ما زرنگ ترن، برای اینکه رابورد زدن این میانجی رو از بین بردن، خودشون مستقیما دارن الکتریسیتی هم میخورن هم نفس میکشن. این یه ایده است. یه ایده دیگه میگن باکتری تولید کنیم که دوتا الکترود کنار هم بذاریم، که یکیش الکترود تولید میکنه، یکی مصرف، دوباره ولتیجا که تغییر میکنه به هم الکترون پس میدن یا از هم میگیرن. من یه ایده دارم، ایدم اینه که باید لامپای برق و از این فلمنتاش و از این باکتریا الکترود و باکتریا تولید کنن. چرا این مسئله رو گفتم؟ من تو رادیو نمیتونستم در مورد ادیسون اونجور که میخواستم صحبت کنم، ولی اینجا آزادم. این الکتریک باکتریا باعث که من یاد ادیسون بیفتم. اولا ادیسون هیچ لامپی اختراع نکرده. اگه حرف منو باور نکردین تا آخر گوش بدین، خودتون برین مطالعه بکنین. 1880 ادیسون
ادعا کرده، چه فلمنت کربن، لامپ های با فلمنت کربن رو اختراع کرده و کارخانه برق خودش هم تأسیس کرد. در اون زمان البته روی لامپا کار میکرد ولی اختراع نکرد. مردی به اسم جوزف سوان انگلیسی این لامپا رو اختراع کرده بود، اومد ادیسون رو سو کرد، لاسود و برد. بعد اومدن ادیسون رو مجبور کردن که کمپانیشو بکنه ادی سوان الکتریک کمپانی. بعد از مدتی ادیسون پول زیادی به سوان داد و کمپانی ازش خرید و به اسم خودش کرد. من میدونم همه اشتباه میکنن، برای اینکه همه کتابا و مجلات و غیره اینطوری مخترع لامپو ادیسون میگن، ولی این واقعیت نیست. حتی تانگستن فیلمنت که اغلب لامپای قدیمی تانگستن فیلمنت بودن، اونم ادیسون اختراع نکرده. اگه برید مطالعه بکنین، دو تا کرویشین دانشمند هستن، یکی هستش فروز جو هانمن، دیگری بهش میگن الکساندر جاست. اینها هستن که تانگستن فیلمنت رو اختراع کردن. مانی تاکس، پول همه چیزو میخره، ادیسون با پول این چیزا رو خریده. خلاصه امیدوارم که این برنامه رو دوست داشتین و هفته دیگه باید ادامه بدم به این بحث. نمیخوام طولانی بشه که خسته بشین و روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا حافظ همگی.